با درود به بینندگان برنامه من و باهورا. پیش از اینکه برنامه را آغاز کنم به یک نکته اشاره کنم. بسیاری از بینندگان برنامه های مانگا و آهورا برای ما کامنت میگذارند و یا مسیج میفرستند، میخوان بدانند که چرا این برنامه ها دیر پخش میشود. من نمیخواستم این موضوع را بگم، ولی خب به خاطر اصرار بسیاری از بینندگان ناچار شدم که این را بگویم که سبب دیر پخش شدن این برنامه ها مشکلات زندگی است. من کار میکنم، هفته ای 7 روز کار میکنم، و نه تنها هفته ای 7 روز کار میکنم، بلکه روزی 10 ساعت، 12، 13، 14 ساعت من کار میکنم. در نتیجه فرصت آنچنانی ندارم که به این برنامه ها برسم. این یک موضوع. موضوع دیگر اینه که تنظیم کردن این برنامه ها کار ساده ای نیست. برای هر برنامه نیم ساعته من شاید بگم 6-7 ساعت وقت مصرف میکنم، و این وقت رو من ندارم. میخواستم برای آنهایی که، حالا شاید برای کسانی هم که کامنت نمیگذارن، مسیج نمیگذارن، این سوال پیش بیاد که چرا این برنامه ها دیر پخش می شود. دلیل دیر بودن این برنامه ها مشکلات زندگی است. به هر حال، همچنان که در برنامه های پیشین گفتیم، باستانیان خب فکر می کردن که خورشید یک گاو نر است و همه چیز را می داند، و به این گاو نر آسمانی می گفتند اهورا. البته اهورا نام های دیگری هم داشته که در برنامه های پیشین به آنها اشاره کردیم. برای باستانیان در گذار زمان این اهورای آسمانی که همه چیز را می دانسته است، خب خدا می شود، و وقتی که خدا می شود، خب از خدا تقاضا می کنند، درخواست می کنند. و وقتی که این اهورای آسمانی برای باستانیان خدا می شود، برای اینکه بتونن خدای خودشون رو پرستش بکنند، از این اهورای آسمانی تندیس درست می کنند، که در برنامه های پیشین تندیس های اهورا و یا گاو آسمانی را که دیگر خدا شده است نشان داده. همچنان که در این عکس می بینید، مصریان، حالا اون موقع که مصر نبوده، مردمی که در این منطقه زندگی میکردن، تندیس اهورا را بدین گونه درست میکنن که میان شاخهای اهورا یک دایره درست میکنن. این دایره به این معنی است که این تندیس، تندیس هر گاوی نیست که بر روی زمین زندگی میکنن، بلکه تندیس اهورای آسمانی است که از دور گرد دیده می شود. خب خورشید گرده. هنگامی که اهورا خدا می شود، خب یه چیز روشنیه. باستانیان در گروه های کوچک زندگی می کردن، مثل خانواده، قبیله، طایفه، ایل، قوم، در گروه های کوچک زندگی می کردن، و همچنین کوچنده زندگی میکردن، یعنی یک جای ثابت برای زندگی کردن نداشتن. از شرق میرفتن به غرب، از غرب میرفتن شمال، از شمال میرفتن جنوب، همینطوری میگشتن. و چون کوچنده زندگی میکردن، همه این گروه ها خود به خود در یک ارتباط زنجیره‌ای با همدیگر بودن و از همدیگر یاد میگرفتند. و نکته مهم این است که همه این گروه ها دارای یک باور بودند، و این باور نیست، این بوده است که خورشید یک گاو نر است که همه چیز را میداند، و سپس در گذار زمان این گاو نر خدا می شود، و از این خدای آسمانی، از این اهورای آسمانی تندیس درست می کنند. اما در اینجا یک نکته خیلی خیلی مهم است. هر گروهی
خود به خود یک رهبر پیدا میکند. حالا چه این گروه یک گروه خیشاوند باشن، با هم دیگر خیشاوندی خونی داشته باشن چه نداشته باشن، شما اگر با چند نفر 10-12 نفر با هم دیگر دوست باشید، با هم دیگر تصمیم بگیرید برید مثلا کوهنوردی، هنگامی که به کوهنوردی میرید، خب کوهنوردی هم خودش مشکلات خودشو داره، رهبر ندارید، ولی هنگامی که در جمعی حرکت میکنید خود به خود در میان این گروه یه نفر میشه رهبر که میگه از اینجا بریم، از اونجا بریم، از اونجا بریم، خودش جلو میفته، بقیه هم پسرش. برای قوم و طایفه این مسئله خیلی مهمتره، خیلی پیچیده تره. همه قوم ها، همه گروه ها، همه طایفه ها که کوچند زندگی میکردن، خب خود به خود یک رهبر پیدا میکنن. در آغاز این رهبر این گروه ها مسنترین و پیرمرد ترین شخص بوده، ولی خب در گذار زمان این رهبریت رو جوانترین، یعنی جوانتر از این پیرمردها به عهده میگیرن. همچنان که همین امروز هم در بسیاری از جاها این رهبریت دیده میشود، در میان عرب ها، در عربستان، عراق، مصر، لیبی، الجزایر، تونس، در هندوستان، در چین، در خیلی جاها این رهبریت دیده میشود، در میان سرخپوستا. خب وقتی که این رهبر رهبر گروه هست، هرچی اون بگه همونه، و این رهبر چون رهبر گروه هست خود به خود رهبر مذهبی هم میشود، یعنی رهبر ایدئولوژیکی میشود برای باستانی هم. هرچی اون بگه مردم بقیه گروه چون به اون چیزی که اون داره میگه باور دارن، در نتیجه دستورات اونو اطاعت میکنن. و این رهبر در آغاز خب ناشناخته بوده، این باد میاد سبب چیه؟ خب رهبر جواب داده کار خداست. طوفان میاد دلیلش چیه؟ رهبر جواب داده کار خداست. یعنی همه چی رهبره به خدا نسبت میده کار. یعنی این خدام کی بوده؟ اهورا، گاو آسمانی که دیگر خدا شده است. همه چی خاص خدا، خاص خدا باران بیاد، خاص خدا گل سبز بشه، خاص خدا اون بشه، هر کسی مرده خاص خدا بوده، همه چیز خاص خدا. اما در گذار زمان این خاص خدا یواش یواش رفته رفته میشه گفته خدا. همین رهبرای گروه ها خب یواش یواش اینو خدا گفته، اونو خدا گفته، خدا گفته این کارو بکنیم، خدا گفته این کارو بکنیم. در نتیجه در گذار زمان رفته رفته این رهبر میشه نماینده خدا. این خودم کی بوده؟ اهورا، گاو آسمانی. و چون این رهبر خواسته خدا را بیان میکنه، خب برای مردم این تصور پیش میاد، خب این خدا مثل انسان داره حرف میزنه و در واقع انسانه. در گذار زمان چنین تصور، نسل پس از نسل چنین تصوری برای باستانیان پیش میاید. و چون چنین تصوری برای باستانیان پیش میاید که این خدا مثل انسان داره صحبت میکنه، مثل انسان فکر میکنه، مثل انسان انجام میده، در نتیجه در گذار زمان میان چیکار میکنن؟ همین تندیس اهورا را درست میکنن، اما در آمیخته با تندیس انسان. راز مهم تاریخ از اینجا آغاز میشود که این رهبران میشن نماینده خدا، نماینده اهورای آسمانی، نماینده گاو آسمانی. و در یک منطقه گسترده‌تر بسیاری از گروه ها دارای یک رهبر می شوند. این داستان پیغمبران و بند و بساط و این چیزا از همینجا آغاز می شود. و چون این
اهورای آسمانی مثل انسان صحبت میکنه، مثل انسان فکر میکنه، مثل انسان انجام میده، در نتیجه تندیس اهورا با تندیس انسان درامیخته میشود. یعنی تندیس اهورا را درست میکنن، ولی یه جوری درست میکنن که با تندیس انسان درامیخته است. البته من عکس های زیادی دارم که نشان بدم، ولی خب نمیتونم همه این عکس را نشان بدم. در نتیجه برای نمونه چند تا از این عکس ها را نشان میدهم که این گزار رو شما ببینید که چطوری این اهورای آسمانی انسان میشود. همچنان که در این عکس میبینید، این تندیس اهوراست، ولی خب یه جوری درستش کردن که با تندیس انسان در هم آمیخته است. یعنی همون شکل گاو رو درست کردن، شاخ داره، گوش داره، ولی صورتش صورت گاوه، ولی بدنش رو مثل بدن انسان درست کردن، دو پا و دو دست. یعنی بدین گونه تندیس اهورا با تندیس انسان در هم آمیخته می شود. و یا اینکه بدین گونه درست می کنه. حالا این در ایران پیدا شده، برای این داستان درست کردن، این اعلامی ها بودن و نمیدونم هنر اعلامی ها، نه هیچ هنر اعلامی ها و این چیزا نبوده. این تندیس اهوراست که با تندیس انسان در هم آمیخته شده است. همچنان که میبینید گاو شاخ داره، گوشاشم گاوه، چهرشم چهره گاوه، دست و پاهاشم دستاشم دستای گاوه، ولی بدنش بدن انسانه. حالا نمیدونم خوب دیده بشه یا نه، ولی خب تندیس اهورا با تندیس انسان در هم آمیخته شده است. و یا اینکه باز هم در این عکس همچنان که میبینید تندیس اهورا گاوه، ولی خب بدنش بدن انسانه. و یا اینکه بعضی چیزا هستن که تاریخ نویسان بهش میگن اینا سکن، اینا سکه نیستن، سکه اصلا نبوده، اینها نمادهای مذهبی بودند، ولی چون به اینا میگوین سکه، ما هم میگوییم سکه. همچنان که روی این سکه دیده میشود، میبینید این در واقع خورشیده، در واقع اهوراست که از دور گرد دیده میشود. چهره اهورا را هم در داخلش کشیدن، نقش کردن، اما چهره اهورا را یه جوری نقش کردن که با چهره انسان در هم آمیخته شده است. شاخ داره، گوش داره، ولی میبینید یه جوری درست کردن که با چهره انسان در هم آمیخته شده است. به درستی مشخص نیست که این چهره انسانه و یا چهره گاوه، یا این گاو هم اهورای آسمان. در گذار زمان این درامیختگی تندیس اهورای آسمانی با تندیس انسان روز به روز، حالا شاید روز به روز نه، ولی خب سال به سال این درامیختگی بیشتر نمود پیدا میکنه. یعنی این اهورای آسمانی، تندیس این اهورای آسمانی بیشتر تندیس انسان میشود. مثلا همین چیزی که در مصر تندیس و در مصر که پیدا کردن، همچنان که میبینید، حالا نمیدونم خوب دیده میشه یا نه، ببینید سرش سر گاوه، ولی بدنش بدن انسانه. یعنی هرچه زمان میگذرد، نسل پس از نسل، این تندیس اهورا به تندیس انسان تبدیل میشود، ولی تا این زمان هنوز گاوه. این در واقع تندیس که دیگه خدا شده. و یا اینکه یکی دیگه ببینید، اینم در مصر پیدا شده، چهرهش چهره گاوه و همون دایره رو سرش دیده میشه. این دایره به این معنی است که این اهورا
از دور گرد دیده می شود. ولی خب چهرهش چهره اورای آسمانی است، بدنش بدن انسانه. و یا در اینجا میان چکار میکنن؟ چهره انسان مشخص میشه، ولی خب گوشش گوشای گابه، شاخ هم داره، بدنش هم درست میکنن، بدن انسان. و یا اینکه شاید همه شما دیده باشید در ایران میبینید این تقریبا گاو نشسته است، یعنی اهورای نشسته است که دستاشو زیر خودش جمع کرده، ولی خب سرشو چهرهشو چهره انسان درست کرده. یعنی در واقع هر چه زمان که میگذره چهره اهورا به چهره انسان مشخصتر میشه، ولی میبینید با هنوز هم گوشهاش گوشای گاوه، دستاش دستای گاوه. و این چیزایی هم که حالا شاید خیلی ها فکر کنن که این نقش کلاهه، ولی این در واقع نقش کلاه نیست، این در واقع شاخ اهوراست که به این صورت روی کلاه درست کردن. هر گروهی در گذار زمان، هر گروهی خب یه چیز مشخصه، لباسای مشخص خودشون رو درست میکنن، لباسای ویژه خودشون رو درست میکنن، و هر تندیسازی بر اساس ذهنیت خودش که در میان گروه داره تندیس اهورا را درست میکنه. محتوا یکیست ولی شکلها با همدیگر فرق میکنن. و یا اینکه در این عکس همچنان که میبینید یک گاو نشسته است، ولی چهرهش دیگه چهره شده چهره انسان، اما گوشاش هنوز گوشای گاوه. و اینایی که روی این کلاهش میبینی در واقع شاخهای گاو هستن. اهورا در گذار زمان رفته رفته انسان میشود، تندیس اهورا تندیس انسان میشود. و در اینجا یکی دیگه باز هم همون گاو نشسته، ریش داره، چهره از چهره انسانه، اینجا هم شاخاشه، گوشاش هم گوشای گاو. و یا یکی دیگه میبینید گاو نشسته، این در واقع اهورا، ولی چهرهش چهره انسانه، گوشاش گوشای گاوه، شاخاش هم ببینید رو کلاهش یا هر چیزی که رو سرش درست کردن بر اساس فرهنگ لباس پوشیدنی که داشتن اینا رو، یک کلاهشون اینطوری بوده ولی خب شاخش رو درست کردن. این در واقع تندیس اهورا مزده است. حالا خیلی ها فکر میکنن که این تنها در منطقه خاورمیانه، عراق و مصر و سوریه و ایران و این چیزا بوده، نه، اینا در اروپا هم بوده. همچنان که گفتیم باستانی هم کوچنده زندگی میکردن، احتمال داره گروه های مثلا در همین سرزمین ایران کنونی کوچ کرده باشن به اروپا رفته باشن، عرب ها به اروپا رفته باشن، ایتالیایی ها به خاورمیانه آمده باشن، چون کوچنده زندگی میکردن. ولی خب در این راستا هم این تندیس ها رو درست کردن. این تندیسی که میبینید این در اسپانیا است، همچنان که در عکس پیشین نشان دادم اونی که نشان دادم مال عراقه، در عراق پیدا شده، اما این در اسپانیا پیدا شده، درست همون گاو نشسته، چهرهش چهره انسان، شاخاش هم درست کرده، ولی در اینجا گوشش تقریبا گوش مثل گوش انسان درست کرده. اسپانیا، در اروپا هم همینا هست. یا مثلا همچنان که گفتم تاریخ نویسان میگویند که اینا سکه رومی است. این در ایتالیا پیدا شده، این سکه رومی، سکه اصلا نبوده، این نماد مذهبی است. و این گاوی هم که میبینید تندیس اهورا است، چهرهش چهره انسانه.
البته بعدها درباره این زنی که بال داره و روی این داره پرواز میکنه سخن خواهیم بود. ولی خب این تندیس اهوراست با چهره انسان. و یا این که در اینجا باز هم چهره تندیس اهورا ببینید دستاش و پاهاش گاوه، بدنش بدن انسانه، چهرش هم چهره انسانه که شاخ داره. تندیس اهورا مزدا نه، یا اهورا مزدا یا خدا که دیگر برای باستانیان خدا شده است. و یا به این شکل تقریبا سرش رو درست کردن، ولی خب گوشش گوشای گاوه، شاخ هم داره. و یا اینکه در سوریه دیگه یواشیاش رفته رفته تندیس اهورا به تندیس تبدیل، تندیس اهورا به تبدیل انسان کامل تر میشه. این در سوریه هست، هنوزم هست، فکر کنم در منطقه پالمیر است. میبینید تندیس اهورا بدنش پاهاش پاهای گاوه، بدنش بدن انسانه، ولی خب چهره از چهره انسانه که گوشای گاو داره، شاخ گاو هم داره. تندیس اهورای آسمانی در سوریه، در خیلی جاها اینها هستن و هیچ تاریخ نویسی نتونسته که بفهمه که اینا چی هستن. اینها رو ما برای نخستین بار داریم آشکار میکنیم. و یا اینکه باز هم میگن سکه، ولی خب سکه نیست، در هندوستان. میبینی اینجا صلیب شکسته است. در برنامه های پیشین گفتیم که صلیب شکسته، صلیب در واقع شکلی از صلیبه، صلیب با هزاران نوع ساخته شده است، چون باستانیان تنها به صلیب باور داشته بودن. صلیب هم که گفتیم نام اصلیش کاراس است و یعنی سر گاو. میبینید این نماد مذهبی، این سکه نیست، بدن انسان، ولی چهرهش شاخ داره، گوشش هم داره گوشای گاوه، چهرهش هم چهره گاو. و در گذار زمان این دیگر تکمیل میشه رفته رفته، چهره و بدن انسان، ولی خب هنوز شاخاش هستش. تندیس اهورا به این شکل در میاد. و باز هم در اروپا تندیس اهورا چهرهش چهره انسانه، گوشه و شاخ هم داره، گوشه گاو و شاخ. و باز هم در سوریه این تندیس اهورا مزدا است، گاو آسمانی. میبینید گوشش گوشای گاوه، شاخ داره، دستش دستای انسانه، چهرهش چهره انسانه، ولی از کمر به پایین تندیس گاوه، دومم داره. و باز هم در اروپا چهره انسان، گوشش گوش گاوه، شاخ گاو. این تندیس اهورا مزدا است که در اروپا بدین شکل درستش کردن. حالا در تاریخ نویسان میگوین که این نمیدونم چی بوده، اسمشو گذاشتن پن، نمیدونم خدای چی بوده، یه دستنی برای خودشون درست کردن. نه، این پن و این چیزا نیست، این تندیس اهورا مزدا است، گاو آسمانی که انسان میشود. و یا اینکه بر روی یکی از ساختمان‌های دولتی در پترزبورگ روسیه، این ستاره شش بارم که
میگن مال یهودی است، همچنان که در برنامه های پیشین گفتیم صلیب در واقع صلیب در هم آمیخته است که به این شکل در آورده. ولی میبینید چهره انسان شاخ داره، گوشاش هم گوشای گاوه، گاو آسمانی، اهورامزدا. مثلا و یا بدین گونه در یونان، روم پیدا شده، همچنان که گفتم بهش میگن پن، ولی این پن نیست، این تندیس اهورا است که در اروپا در یونان بدین شکل درستش کرده. گوشاش گوش گاو، شاخ داره، بدنش بدن انسان، دست داره، ولی میبینیم پاهاش پاهای گاوه، از کمر به پایین تندیس گاوه. و این هم یکی دیگه، همچنان که گفتم بهش میگن پن، ولی این در واقع تندیس اهورامزدا است که در یونان، در اروپا، در برخی از کشورهای اروپایی به دین شکل درستش کرده. یعنی پاهاش پاهای از کمر به پایین گاوه، از کمر به بالا انسانه، ولی خب گوشش گوش گاوه، شاخ هم داره. و یا اینکه در عراق این پیدا شده، حالا تاریخ نویسان برای این یه نامی درست کردن، ولی خب آنچه تاریخ نویسان نوشتن در واقع از خودشون داستان درست کردن. این تندیس اهوراست، همچنان که میبینید گوشش گوش گاوه، اون شاخ هم به این شکل درست کردن رو کلاهش، از بدن به پایین گاو که در عکس پیشین مال یونان نشون دادم که از بدن به پایین، از کمر به پایین تندیس گاوه. این داره با یک شیر می جنگه. داستان این که چرا اینو کشیدن که داره با یک شیر می جنگه، در واقع این شیر رو می کشه، مثلا در حال کشتن این شیر است. این در واقع قدرت اهورا را نشان میدهن. شیر برای باستانیان قدرتمندترین جانور روی زمین است. الان هم خیلی ها فکر میکنن که قدرتمندترین جانور روی زمین است، در حالی که نیست، ولی خب اینطوری میگوین. ولی چون باستانیان فکر میکردن که شیر قدرتمندترین جانور روی زمین است، در نتیجه به خاطر اینکه قدرت اهورا را نشان بدهن، این تندیس رو کشیدن که داره این شیر رو میکشه. و یا این که در این عکس میبینین در اینجا یک نماد است، این نماد در خیلی جاها هست، در تخت جمشید هم هست دو بار. در اینجا دو نفر دیده میشود، میبینین این دو نفر از کمر به پایین پاهاشون پای گاو دوم هم دارن، چهرهشون چهره انسانه، گوش دارن، شاخ هم دارن. این تندیس اهورامزدا است که یک جفت ازش درست کردن، اینطوری درست کردن. حالا به چه دلیل اینو درست کردن من نمیخوام در این باره سخن بگویم، ولی خب هم این نماد اهورای آسمانی است و هم اینها اهورامزدا هستن که یک جفت درست کردن. در برنامه پیشین یه عکس از تخت اهورا نشان دادن که در تخت جمشید بود، که دو گاو رو با هم درست کردن پشت به هم، این هم تقریبا همون حالته. و یا این که در این عکس میبینید تندیس اهورا است، چهرهش چهره انسانه، گوشهاش گوشای گاوه، شاخ هم داره، ولی بقیه بدنش به شکل بدن انسان درست کردن. این تندیس اهورامزدا است که رفته رفته انسان می شود. و اما یک تندیس دیگر، این در واتیکان روم است. ببینید شکل یک مرده ولی دو شاخ داره. حالا تاریخ نویسان می گویند که این
تندیس موسی است، موسی در کار نبوده، تندیس اهورامزده است. اینا خیلی کهن، خیلی کهنه هستن، خیلی قدیمی هستن، ولی نشان میدهند باور اون مردمی که در این منطقه ایتالیا زندگی میکردن و یا واتیکان زندگی میکردن، باور آنها را نشان میدهد. این در واقع تندیس اهورا است که دیگر انسان تقریبا کاملا انسان شده است. پس در گذار زمان تندیس اهورا به خاطر این نمایندگان اهورای آسمانی که رهبر قبیله بودند و یا بهتر بگویم آخوند می شوند و نماینده خدا می شوند، اینها چون سخن از اهورا میکردن و در واقع از خدا میکردن که خدا اینو میگه اونو میگه اینو میگه، یواش یواش این تصور برای باستانیان پیش میآید در گذار زمان که این اهورای آسمانی مثل انسانه، مثل انسان هم صحبت میکنه، پس مثل انسانه. در نتیجه تندیس های اهورا رو یواش یواش به تندیس انسان تبدیل میکنن رفته رفته، ولی داستان بدینجا ختم نمی شود. در برنامه آینده دنباله این مسئله رو پیگیری خواهیم کرد. تا برنامه آینده شاد زی، شادکام باشید.